سلام دوستان، وقت بخیر. سید امین موسوی هستم با یک برنامه دیگه در خدمت شما. خب امروز میخوایم در مورد همین حواشی اخیری که در مورد علی دایی به وجود اومد صحبت کنیم و ببینیم که آقا آیا واقعا علی دایی قهرمانه و ابعاد مختلف زندگی علی دایی رو بررسی بکنیم. اول میریم سراغ زندگی فوتبالی علی دایی. چند سال پیش علی کریمی یک مصاحبه کرد و یک صحبتی در مورد علی دایی کرد. با هم دیگه ببینیم. پاسای من بعضی آقای خوبه و بد، نه پاس من نه، خیلی ها پاس دادن. شما ببینید آقای ایشون که گلی زده، مثلا شما اومده تونسته یکی رو دیری بزنه گل بزنه، یه توپ برداره دو نفر دیری بزنه گل بزنه، یا یه سانت کردن یا موقعیت تک به تک بده یا پنالتی دیگه تموم شده رفت. ولی من میگم آدم بعدش هم آخر سرم برمیگردم میگن تو چشم ما نگاه میکنیم پاس نه. علی کریمیه همینی که الان ادای دفاع از علی دایی رو در میاره. چجوری در مورد علی دایی صحبت میکنه؟ در مورد آقا فوتبال این آدم، به شخصیتش فعلا کاری نداریم. یا آقا تونسته دوتا دریبل بکنه یه گل بزنه، یا سانتر بوده یا پنالتی بوده، این از نظر علی کریمی. یه صحبت خیلی جالبیه آقای پروین میکنه، یه کمی طولانیه، یه دو سه دقیقه است، یه کمی ممکنه حوصله‌تون سر بره، اما ببینید. کسایی که تو فوتبال دوست هستن، دوستان فوتبالی، علی پروین سلطانه، سلطان علی پروین. این مصاحبه رو با هم دیگه ببینیم در مورد علی دایی. از نظر من میخواستم حرمت ها شکسته نشه، ولی علی دایی از نظر ما فوتبالیست های مملکت عددی نیست که ما سه بخوام درباره تصمیم بگیریم، به خاطر اینکه دوتا روپایی بلد میبزنه. بعدم آقای علی دایی تو مشهوری توی مملکت، محبوب مردم نیستی، که محبوب دل مردم نیستی. بعدم من امروز صبح یه مصاحبه کردم از حراست سازمان تربیت بدنی، طبق نامه باشگاه پرسپولیس خواستیم که تا لحظه آخر این دعوا مرافعه رو پیگیری کنن که ببینن مقصر کیه. بچه های ما سه نفر بودن، اخوی های آقای دایی به اضافه 20 تا کارمنداش اونجا بود. این مالا دعوای دین. بعدم شما پارسال آقای دایی شما مگه ویدراتون و پراید ماشین موبایل مکه کربلا نمیفسیدین؟ مگه نمیمدن شهر بازی تو هتل تو خط میگرفتن میرفتن؟ مگه شما تو درفشیفر حتی بازیکنها رو شما دستور نهیدی بزنن؟ اون پارسال هم گفتی من خط دادم. منم بلا فاصله مصاحبه کردم که آقا اگر من خط دادم بگیرشون برین اینا کی خط گرفتن. بعدم شما همین اراذل اوباشی که شما میگی اینا تو رو کردن علی دایی، الان همه ایران شدن اراذل اوباش غیر از خانواده ایشون. بعدم آقای دایی تو اصلا بزرگترین افتخار برای این مملکت سوم شدن آسیاست. تو از نظر ما چیزی نیستی که تو فکر میکنی چیزی هستی که ما بیام وقت اون رو تلف تو بکنیم. بعدم اون موقع که شما میگی من انتخاب کردن، یه روزی آقای استیلی آقای خاکپور میخواستم بیان پرسپولیس، من مربی تیم ملی بودم، اولین حرفی به اینا که من زدم گفتم اگه بابای تیم ملی میخوام بیان پرسپولیس خط میخوریم. چجوری ما تو رو شبونه خط زدیم و شما بلند شدی رفتی اردبیل؟ آقای دایی پارسال میاد 250 میلیون با پرسپولیس قرارداد میدن. بچه‌ها تو بازی سوم چهارم نمیدونستن چه خبره. وقتی شما بغل دستیش اصلا خان محمدی میگیره 15 تومن، آقای جباری میگیره 15 تومن، آقای خان محمدی میگیره 30 تومن، این اختلافات یواش یواش پارسال به وجود اومد. وقتی ایشون اتوبوس رو دم عوارضی نگر میداره میگه تا چه که 50 میلیونیمون نیاری نمیرم رشت، اینا یواش یواش این اختلافات پارسالش. ببینید شما، من بقول ایشون پرسپولیس میخوام بگم مال منه دیگه، که من اصلا چه ادعایی ندارم. ایشون پارسال 250 تومن از پرسپولیس گرفته، امسال 350 میلیون تومن از ثواباتی گرفته، میشه 600 میلیون تومن. منی که 40 سال، از سال 58 این تیم پرسپولیس رو با چنگ و دندون، صندوق عقب رختکنش، تپه‌های داوودیه، بدون زمین 25 سال قهرمانی مملکت کردم، 4 تا آدم ایشون مأمور کنه ببینه من زیر 400 میلیون گرفتم تو این 40 سال یا نگرفتم.
اگه من واسه منافع چیزم. بعدم الان بره باشگاه پرسپولیس. نون علی پروین امسال چقدر پول گرفته؟ اگه یک قرون من گرفته بودم ایشون میتونه ادعا بکنه که ما به خاطر پول اومدیم پرسپولیس. مصاحبه سلطان علی پروین. گوش کردید دیگه، نکاتشو دیدید. علی دایی دو تا روپایی نمیتونه بزنه. علی دایی مافیای قدرت داره. علی دایی با مافیای قدرتش دستمزدهای نجومی میگیره. یه نفر میگیره 15 میلیون، یکی دیگه میگیره 250 میلیون. آقای علی دایی، این اسمش مافیای قدرت نیست؟ بعد کی شدی قهرمان؟ که خود فوتبالیا قبولت ندارن؟ چی جوریه؟ تو کی شدی اسطوره؟ البته اسطوره دقیقاً کلمه درستیه. اسطوره یه چیز خیالیه، یه چیز افسانه‌ایه. تو لنز دوربین ها قهرمانی، تو دنیای واقعی که قهرمان نیستی. حالا ما میریم جلو و میگیم زندگی تو رو، میگیم زندگی فوتبالی، زندگی شخصی، زندگی اقتصادی تو رو میگیم. این از مصاحبه علی پروین. صراحتا گفت آقا علی دایی تو نظر ما چیزی نیستی. علی کریمی گفت فقط بعضی ها با پاسای ما چیز شدن، آقای گل شدن، وگرنه چیزی نبودن، هنری نداشتن، نتونستن یه نفر رو دریبل کنن گل بزنن. این از این. این هم از صحبت‌های علی پروین. دوستانی که خب حالا مثلا ده هفتادی ها ده شستی ها یادشون احتمالن، اما خب دوستان جوان ما زیاد شاید یادشون نباشه، نوجوان ما ده هشتادی ها زیاد یادشون نباشه، علی دایی آخرین جام جهانی که بازی کرد فکر میکنم برانکو مربی بود. انقدر جنجال درست کرد توی جام جهانی، چون سنش رفته بود بالا، میخواست آخرین جام جهانیشو بازی کنه بیاد توی زمین. انقدر جنجال درست کرد، انقدر با بازیکن‌ها مربی اینا درگیر شد، اصلا تیمو ریخته بود به هم. یا مثلا مدتی قبلش توی سایپا فکر میکنم مربی بازیکن بود که اصلا مسخرش میکردن. گفتم تو بازی بلد نیستی، خودتو میاری تو زمین چیکار؟ علی دایی انقدر بازیش بد شده بود، انقدر افت کرده بود، مسخرش میکردن. اون جام جهانی که زیدان با سر زد توی قفسه سینه بازیکن حریف، ایتالیا بود فکر میکنم، کلیپ براش ساختن. من یه بار این کلیپ رو نشون دادم، دوباره نشون میدم ببینید که آقا اون موقع بوده که با بلوتوث کلیپ با هم رد و بدل میکردن. آقا ذهنیت مردم، طنزیه که مردم ساختن. ذهنیت مردم چی بوده؟ با هم دیگه ببینیم این کلیپو. سوات کمارت که پوکیو آه 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 این ذهنیت مردم بوده. علی دایی فوش بوده، بعد حالا شده قهرمان، حالا شده اسطوره، حالا شده آقای گل. به قول علی کریمی با پاسای ما شده آقای گل. تیمای درب داغون دنیا رو گیر آوردن، بورکینافاسای سفلا و نمیدونم اینا رفتن ده تا به اینا گل زدن، آقا شده آقای گل. به برزیل هم زده بودی قهرمان حساب نمیشدی عزیز من، اسطوره حساب نمیشدی. حالا میریم جلوتر صحبت میکنیم در مورد این داستان. اما بریم سراغ ابعاد زندگی شخصی و حالا مثلا سیاسی اقتصادی علی دایی.
یه مصاحبه خیلی جالبی داره علی دایی. کسانی که الان فکر میکنن علی دایی قهرمانشونه، علی دایی که از جوانیش میلیارد میلیارد هزار دلار هزار دلار از پول بیت المال، از پول همین مردم گرفته و حالا در مورد فوتبالش شنیدیم. فوتبالش هم اینجوری بوده. توهم براتون نداره، یه عددی نبینید که مثلا 100 خورده‌ای گل زده، افتخار ایران، آقای گل جهانه. واقعیت رو ببینید. ببینید خود علی کریمی که الان از همین علی دایی دفاع میکنه، نظرش در مورد فوتبال این آدم چی بوده. برید ببینید علی پروین به عنوان یک متخصص، به عنوان کسی که فوتبالی ها قبولش دارن، برید ببینید نظرش چی بوده. با اعداد سرتون رو گول نزنن. این مصاحبه رو با هم دیگه ببینیم. این مصاحبه خیلی جالبیه. یه تیکش رو برش دادم با هم دیگه، 30 ثانیه بیشتر نیست. الان تو منطقه یک بخواهی بگیری باید 35 میلیارد بگیری. چند سال باید یه ورزشکار بودو تا بتونه یه خونه 100 متری بگیره و من مصدومم نشه بازیش ادامه داشته باشه فوق فوقش 10 سال بتونه چنین قراردادایی رو ببنده. یه بازیکن چند سال باید بدوه، چند سال باید بازی کنه که خونه 35 میلیاردی بگیره؟ خیلی راحت به زبونشون میادا، چون تا خرخره خوردن. 35 میلیارد یه خونه 100 متری تو منطقه یک بگیره با پول کی؟ با پول مردم؟ با امکانات این کشور؟ که چی؟ که میخواد بره 90 دقیقه هفته یه بار 90 دقیقه تو زمین مسابقه بده؟ تو روز مثلا بره چند ساعت تمرین کنه؟ چرا؟ مردم دیگه آدم نیستن؟ چرا کارخونه های بزرگ باید این پولا رو به کارگرا بدن؟ به بازیکن های فوتبال بدن؟ چرا به کارگرا نمیدن؟ چرا سایپا و نمیدونم زباهن و پیکان و چرا به کارگراشون نمیدن؟ کارگراشون که گشنن، کارگراشون که شرمنده خانواده هاشونن. بعد یه بازیکن فوتبال 35 میلیارد پول بده یه خونه 100 متری ساده تو منطقه یک تهران؟ اینه دید شما؟ اینه این قهرمان ملیه؟ این اسطوره ملیه؟ کسی که کمترین حق بازیکنان فوتبال رو 35 میلیارد خونه میدونه؟ عجیبه واقعا اینکه همچین افرادی بشن قهرمان. عجیبه واقعا. و حالا با همین پولا، با همین پولهایی که مردم کندن از بیت المال کندن، دخترش هم که رفته توی لندن چیکار میکنه؟ میرقصه تو اینستاگرام و جاهای دیگه میرقصه برای ما، دستش درد نکنه. بعدم لگدشو به نظام میزنه، با پول همین نظام گنده شده، با پول همین جمهوری اسلامی گنده شده، به نون و نوایی رسیده، هم خودش هم دخترش هم خانوادهش. و الان رفته تو لندن داره افاضه فضل میکنه. و نکته جالبی که توی زندگی علی دایی هست این که الان خودش رو خیلی جدا از سیاست و جدا از حکومت و اینا نشون میده. علی دایی یکی از کسایی که ارتباط بسیار نزدیکی با سیاست مدارا داره، از خاتمی که ازش مدال شجاعت گرفت و
ارتباطات خیلی نزدیک و صمیمانه‌ای باش داشت، تا حسن روحانی که میرفت افطاریش و پیشونش رو میبوسید و توی انتخابات ازش حمایت میکرد و رأی به تداوم مسیر امید. آقای علی دایی، شما الان بانی وضع موجودی، شما الان امثال حسن روحانی رو شما آوردی روی کار، بعد حالا طلبکار شدی؟ نمیدونم روبوسیش با جواد ظریف و این ارتباطات سیاسی خیلی واضح و روشن، یعنی کسی که به قدرت وصله از اون ور قدرتش باعث ثروتش میشه و الان اینجوری ادعای مردمی بودن و قهرمان بودن داره. مردم عزیز، آیا این قهرمان شماست؟ کسی که تا تونسته ثروت جمع کرده از پول همین مردم، تا تونسته رانت‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده برای خودش، زد و بندهای سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده، مافیاهای سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده، این قهرمانه؟ این کسی که تا تونسته استفاده کرده از موقعیت، سوء استفاده کرده از موقعیتش؟ عکسشو دیدین که کنار بابک زنجانی نشسته و داره باش تخت نرد بازی میکنه؟ اگه مثلا یه سردار، نمیدونم، یه دونه مداح، یه دونه آدم مذهبی، یه دونه همین مدافع حرمی که بهش انتقاد کرد، به علی دایی انتقاد کرد، گفت و قهرمان نیستی، این با بابک زنجانی عکس داشت، چه اتفاقی میافتاد؟ چه اتفاقی تو رسانه ها میافتاد؟ مردم ول میکردن دیگه، رسانه ها ول میکردن دیگه، آی فلانی با بابک زنجانی عکس داره، فلانی رفیق جینگ بابک زنجانیه، میشینه باش تخت نرد بازی میکنه. اینه، این ارتباطات، این مافیایی که درست کرده، این آدمی که ادعای مردمی بودن داره، اینجوری دستهاشو همه جا پهن کرده و توی این مملکت یک مافیا تشکیل داده. و خب دیدیم دیگه، این آدمی که همچین ادعاهایی داشت، من طرف مردمم، من طرف فلانم و اینا، داشت زن و بچهشو میفرستاد آمریکا و اونم همسرش ممنوع الخروج بود. چجوری تو تونسته بودی ممنوع الخروجی زنتو درست کنی؟ با کدوم رانت؟ با کدوم پارتی؟ با کدوم قدرت؟ که بعد متوجه شده بودن و زن و بچهشو پیاده کرده بودن. واضح نیست؟ این رانت و مافیا واضح نیست؟ بعد این میشه قهرمان ملی؟ عجیبه، واقعا عجیبه برام. من متوجه نمیشم که دوستان ما چجوری این فرد رو قهرمان ملی میدونن. و یه کلیپ دیگه هم میذارم ببینید، در مورد همین آقایی که ادعای مردمی بودن داره. البته با عرض معذرت از دوستان و مردم تبریز. تبریزلردن که نه باشه، 2% آدم حساب کن، 2% 98% پختن. آدم حسابیسی کشی دی یا؟ آره، مردم دیده. پخت کشی دی. بو دولاردن دی. 2% مردم تبریز آدم حسابی هن، بقیه هیچ چیزی نیستند. حالا من اون لفظ بیادبی علی دایی رو به کار نمیبرم. اینه، این دید این فرد به مردمی که حمایتش میکنند، به مردمی که قهرمان میخوننش، به مردمی که بهش احترام میذارن، اینه. شما هیچی نیستید. 2%تون فقط آدم حسابی. این میشه قهرمان؟ این میشه قهرمان مردمی؟ و دیدین دیگه، به راحتی علی دایی در مورد اسرا پناهی دروغ گفت،
در حدی که زیر فشار دایی اسرا پناهی احتمالاً دیدین، ولی من میخوام برای اینکه این ویدیو کامل بشه، این برنامه یه برنامه کاملی باشه، بذارم این ویدیو رو براتون که آقا دایی اسرا پناهی، کسی که توی این اتفاقات اخیر متاسفانه جانش رو از دست داد، چی میگه؟ خواهشم بوده بود قضیه چی اخیرم بیزیم اخرده و اخرده نوکوزی چی پاک لیفتی اونو یه هلپ فضای مزازده فلان در اصانه لیفتر مردم نه خواهشم بودی özlerim قسم ده بیزیم یرمیز هلا که نه حالا مزاد بار بیزیم قیده خوشی ده فضای مزازده در اصانه لیفت بیزیم احساساتمزن هر خانوادمزن احساساتمزن اونو یلر منم اخرده چی بیرمین اقاب خورته نمیشتی قزی ده ناراتی قلبی مادر زادسی واردی متاسفانه شمونم اباق چیز اونو چیرم ده حالا خراب بولکتی Ambulansı ucan saparıp bir marştana, orada foto ettik. Allah'ın ne tecamuğa, ne şuuruşa, ne hissa da rakti yoktu. Merdumdan da kahiş eleyen bu işlerin yığıştırsınlar. Evvelen Allah'a göre doğmayan bizi derç elesinler. Kahişin budu bu işleri dama vermesinler. Sen bizim mevzumuzla, hanavademizle, uşağımız bu gaziye emin dönem şuuruşa filanı aslında rakti yoktu. Merzi maderzadısı vardı, bir marştana da foto ettik. Kahiş eleyen sizden bu işleri yığıştırın. Teşekkür ederim. آقا جان داییشه، آقای علی دایی، نتونستی اثبات کنی دروغتو، برای چی دروغ گفتی؟ برای چی اردبیلو به هم ریختی؟ برای چی مردمو تهیج کردی؟ داییش داره میگه که آقا ناراحتی قلبی داشت، مادرزادی بود بیماریش. و فیلم برادرش که زیر این فشار روانی، زیر فشار روانی که همین آقای علی دایی ایجاد کرد و رسانه ها رو به خط کرد، بی بی سی و اینترنشنال و اینا رو همه رو به خط کرد، برادر بیچاره اسرا پناهی راهی بیمارستان شد زیر فشار روانی همین کسانی که گفتن آقا اسرا پناهی کشته شده، اسرا پناهی تو اختشاشات کشته شده. آقای علی دایی چرا دروغ گفتی؟ چرا باعث آزرده خاطری خانواده اسرا پناهی شدی؟ چرا نتونستی دروغتو اثبات کنی؟ این سوالا باید پاسخ داده بشه. چرا علی دایی این دروغ رو گفت؟ و جالب هم اینجاست که تا الان به خاطر این دروغش باش برخورد نشده. دیگه گردن کلوفتر از علی دایی تو این مملکت هست از مافیای قدرت و ثروت؟ دروغ میگه توی شرایط تنش و بحران، دروغ میگه و باهاش هم برخورد نمیشه. چجوری میشه که باهاش برخورد نمیشه؟ این همه آدم دروغ گفتند، این همه آدم استوری زدن باهاشون برخورد شد، چرا با علی دایی برخورد نمیشه؟ به این داستان ها باید فکر بکنیم. ما باید روی این قضایا تأمل بکنیم که چرا این اتفاق میفته. و خب این از زندگی شخصی علی دایی و حالا یه گزیده ای از اتفاقات و صحبت‌هایی که کرده و مواضعی که گرفته. اما توی این قضیه، توی این صحبتی که در مورد علی دایی شد که آقا تو قهرمان نیستی، افرادی اومدن اعلام موضع کردند. یه به دو سه تاشون میپردازم چون واقعا صحبت‌های خیلی سخیف و ناراحت کننده ای بود و خوبه که بهش پرداخته بشه تا مایه این افراد شناخته بشه. یکیش آقای بذارید من بیارم، یکیش پاشازاده بود، مهدی پاشازاده بود که اومده بود سفت و سخت از علی دایی دفاع کرده بود و مثلا به این مدافع حرم گفته بود بیاد یه هفته با من تمرین کن، اگه دووم آوردی بعد بهت میگم. یعنی اینقدر آدم بیشعور میتونه باشه به همین صراحت
اینقدر آدم میتونه نفهم باشه که به یک مدافع حرمی که از جونش گذشته روی ویلچر میشینه قطع نخا شده، اینقدر آدم میتونه بیشعور باشه که بگه تو بیا یه هفته با من تمرین کن. اصلا صحبتی دیگه در مورد این مهدی پاشازاده ندارم. یا اون یکی حامد بهداد اومده گفته که علی دایی محبوب و قهرمان ماست، ایرانی است و ایران دوستش دارد و ایرانی دوستش دارد. ناشناس برنامه افق دهانش را با آفتاب آب کشیده، از جانب ما مردم حرف مفت نزند و خود را به مردم ایران نسبت ندهد. عجب. حامد بهداد بابت اینکه ناشناس هست، اصلا افتخارش اینه که ناشناس باشه، اصلا افتخارش اینه که گمنام باشه. ما شهدایی داشتیم تو دفاع مقدس، خاطره هاشون اومده بیرون که فلانی به فلان رفیقش که حالا برگشته بود روایت کرده بود، گفته بود که آقا من پلاکمو کندم که گمنام باشم. حالا تو حرف از گمنامی میزنی؟ چند میلیارد بهت بدن حاضری قطع نخا باشی تا آخر عمرت؟ چند میلیارد بهت بدن حاضری بگذری از زندگی مرفهت؟ یا اون سام درخشانی گفته که یکی نون قد بلندش رو میخوره، یکی نون ریش بلندش رو. تو نونه چی رو میخوری حامد سامد رخشانی؟ این نونه ریشش رو میخوره؟ قطع نخایی که شده نونه ریشش رو خورده؟ جونش رو گذاشته کف دستش نونه ریشش رو خورده؟ چه نونی خورده؟ چقدر بهت بدن حاضری قطع نخا باشی تا آخر عمر؟ نکنه شما فکر کردید؟ یعنی فکر که نه، 99% مطمئنم که شما هنوز هم فکر میکنید ما تو سوریه جنگیدیم برای منافع سیاسی، نه برای حفظ کشور، نه برای حفظ تمامیت ارضی کشور. اینقدر شما سطح تحلیلتون پایینه افغانستان رو نمیبینید، پاکستان رو نمیبینید، عراق رو نمیبینید که چجوری ناامنی زندگی رو به کامشون تلخ کرده، زندگی رو به کامشون زهر کرده. دخترای افغانستانی همین چند وقت پیش خبرش اومد که اجازه ندارن تو دانشگاه فعلا تحصیل بکنه. اینجوری مملکت رو شما میخواین؟ اینجوری مملکت بگرده؟ اینجوری باشه مملکت؟ رفته اون ور مرزهای ایران، دشمنو عقب رونده. مگه داعش نیومد کف تهران عملیات کرد؟ مگه قصد و نیت داعش رو ندیدید؟ رفته اون ور مرز، از مملکت دفاع کرده و توی بیشعور بهش میگی نون ریش بلندتو میخوری؟ رفته قطع نخا شده، تا آخر عمرش راه نمیتونه بره. میتونی تصور کنی قطع نخا بشی، رو ویلچر بشینی؟ همچین چیزی رو برای خودت متصور هستی؟ ببخشید که طولانی شد دوستان عزیز، یه برنامه ای لازم بود تا ما این داستانو بهش بپردازیم، داستان علی دایی، و مشخص بکنیم که آقا این
علی دایی به رخره قهرمان هست یا قهرمان نیست. امیدوارم که برنامه خوبی بوده باشه براتون. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.